و حالاتی آه من العشق و حالاتی احرق قلبی به حراراتی بشنو به هر کسی که عاشقه روایتی که میخونم برات فرموده امام صادقه روایتی که میخونم برات فرموده امام صادقه نفس نفس المهموم لظلمنا تسبیح آه می کشم برا غمت سینه زنم پا علمت ابی عبدالله جام بر آغم سین زنم با علم ابی عبدالله. بسم الله الرحمن الرحیم افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان به محضر یکایک که شما خواهران و برادران ایمانی سلام و عرض ادب و احترام دارم. ایام سوگواری سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو به امام زمانمون عجل الله تعالی فرجه الشریف و یکایک که شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. امیدوارم توی این روزهایی که حالا هوای زیارت اربعین همه ما رو تشنه کرده کسی از غافل جا نمونه و به حق اون دختر 3 ساله‌ای که جا ماند و اذیت شد احدی در این دنیا در غم فراق مبتلا و اذیت نشود. خب دوستان عزیز، این آخرین برنامه است که از استودیوی شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام در شهر کریمه اهل بیت داریم تقدیم شما میکنیم. یک تعطیلی 10 روزه خواهیم داشت و به تبع در مسیر اربعین انشالله از عمود 842 با برنامه با عنوان دخیل که با محوریت سفره حضرت ام البنین سلام الله علیها هست رو تقدیم شما خواهیم کرد. شبها بیننده این برنامه باشید که خب طبق معمول 2 تا بازپخش هم داره، ساعت 9:30 به وقت قوم مقدسه با حضور کارشناسان و مددان عزیز نظیر همین فضا ولی کن با محوریت سفره از تو ام البنین انشاءالله خدمتگزار شما خواهیم بود و مسیر برنامه‌مون رو در مسیر مشایه ادامه خواهیم داد. و اما بیشترین ضربه‌ای که کسانی که ادعا کردند محبت و ولایت اهل بیت رو دارند ولی در لحظه پاسخ دادن به دعوت ها لبیک رو نگفتند، تحقیقاً به جهت درگیری با دنیا و فضای دنیا پرستی است. خیلی از ماها هم درگیر این مسئله هستیم ولی فضای امتحان و یا پس دادن پاسخ نسبت به سوال هنو برای ما پیش نیومده. تو به قول قدیمی ها ببینیم چند مرده حلاجیم و مرد این میدان هستیم یا نه، و الا همه ماها یک عبیدالله ابن جعفی هستیم برای خودمون که چه بسا پیام امام برسن و ما به جهت کارهایی که سود عالیه هم برامون نداره احتمال داره اماممون رو تنها بگذاریم. اما اونهایی که توی مسیر امام حسین علیه السلام توی زیارت اربعین خاصه قرار میگیرن
به جهت اینکه بالاخره سختی هایی برای خودش داره، یک پله خودشون رو میتونن محک بزنن که آیا حاضرن از رفاه دنیا، از اموال دنیا، مثلا از اتاق خوابش، از بالشتش، از دوشکش، از غذای دستپخت خودشون و خیلی این چیزا که برای بعضیا واقعا مهمه، آیا میتونن بگذرن برن تو یک فضایی که باهاش ناآشنا هستن، خصوصا برای زیارت اولیا. خود این زیارت پرخیر و برکت سید الشهدا این امتحانها و این سنجشها رو در دلش داره که اگر تونستن باهاش همراه بشون و لذت زیارت ببرن، دلی در گرو این شرایطی که عرض کردم از دنیا نداشته باشن، میتونند احساس کنند که آیا در امتحانهای قوی تر برنده پیروز خواهند بود یا نه. اینه که هی میگیم امام حسین خودش و امور منتسبش برای ما درس داره و آموزش داره، این هم یک نگاه به زیارت اربعین هست. دنیا جای خوبی هست؟ بله. جای بدی است؟ بله. بستگی داره چجوری بهش نگاه کنید. امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماید دنیا مانند خورشیده که تو اگر مستقیم توی خورشید نگاه بکنی، مثل من که الان به این پروژکتور نگاه کردم، چشمانتون آزار خواهد دید. اما اگر ازش فاصله گرفتید، باز به خاطر تاریکی و ظلمات اذیت خواهید شد. یا به تعبیر یک عزیزی گفت ما با پول کار میکنیم نه برای پول. یعنی باید این گونه باشه حداقل. لذا دنیا برای ماست، نه اینکه ما برای دنیا باشیم. خیلی ها توی این دنیایی که زندان است، دنیایی است که از عجوزه هزار رنگ است، آمدن بار آخرتشون رو بستند. یکی از مواردی که میشه توی این دنیا ازش درست بهره برداری کرد و کوله بار رو پر کرد، همین زیارت اربعین سید الشهدا است که امام صادق فرمود که هر کس زیارت سید الشهدا علیه السلام رو ترک کند و خیال کند که مسلمان است و در خیال خودش از دنیا برود، بداند که نه جزء مسلمانان است بلکه جزء مخالفین. اگر هم بهشتی شود، در بهشت مستأجر اهل بهشت خواهد بود. چه چیز بهتر از این که ره 100 ساله رو به تعبیر قدیمی ها یک شبه رفت. پس زیارت اربعین از اون دست زیارت هاست که سرعت پرواز ما رو برای رسیدن به خدا و اطاعت امر مولا کمک خواهد کرد. فرصت باقیه، الان تازه دهم از ماه صفره. به شخص حقیر سرابا تقصیر دعوت میکنم هر جوری در توانتون هست، اگر منع خاصی ندارید، اقدام به زیارت سید الشهدا علیه السلام بکنید. چرا؟ چون از مواردی که انسان به خاطرش حسرت خواهد خورد، چه در دنیا و چه در روز آخرت، زیارت سید الشهدا علیه السلام است. پس همت بگمارید و خود رو در مسیر اربعین با پای پیاده، با سر و روی خاکی، به جهت مواسات با آقایی که گرسنه بود و تشنه بود و سر و رویش خاکی بود ببینید و نام زائر بر تارک پیشونی خودتون بدرخشانید. التماس دعا. یک اربعین با روزه هایت گریه کردم، یک اربعین با روزه هایت گریه کردم، در این سفر تنها برایت، شانه به شانه پا به پایت گریه کردم، قرآن که خواندی با صدایت، کوچه به کوچه با سرت همدرد بودم، با زخم‌های دخترت همدرد، حسین
هر جا که می رفتم حضورت باورم بود، تنها نبودم، در کنارم مادرم بود. با این که ساقی روزخانه معجرم بود، سایه تو مثل حجابی بر سرم بود. ای کاش خواهر وسعش از این بیشتر بود، اینجا برایش لااقل یک دو پسر بود. اما حسین جان ببخشید امام رضا منو، وقتی مسیر ما سر بازار افتاد، حسین وقتی مسیر ما سر بازار افتاد، بر روی گلهای تو رنگ خار افتاد. حسین از ترس قلب دخترت از کار افتاد. ببخشید من و امام رضا، زینب دوباره یاد آن دیوار افتاد. تازه در آن کوچه حسن با مادرم بود، اینجا ولی تنها سنان دور و برم بود. راستی گفتم سنان زیر گلویت یادم آمد. سلام و رحمت بی پایان خدا به شما، و امیدوارم که امروز هم روزی داشته باشیم که لحظات خوبی رو در کنار صحابی سید الشهدا برای خودمون رقم بزنیم و از این شیرینی هایی که در کربلا هست در عین تلخی غم جانگداز سید الشهدا خوشه بچینیم و از داشتن همچین مولایی و اصحابش به دنیا فخر بفروشیم. در خدمت سرور گرامم حضرت حجت الاسلام شیخ جواد عبدی هستیم و پیرامون تواضع داریم صحبت میکنیم که صفت خاصه اصحاب سید الشهدا بوده است. آقا سلام علیکم. خیلی خوش آمدید. رحمت الله. اجرکم الله خیرا. عزم الله اجورنا و اجورکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. رب يسر ولا تعسر، سهل علينا يا رب العالمين. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما عزیز بزرگوار و دست اندرکاران این برنامه و همینطور به همه آزاد مردان و آزاد زنانی که پای گیرنده ها به تماشای درس های آسمانی از مکتب آقا سید الشهدا سلام الله علیه نشستن. خیلی ممنونم. خدا انشالله بهتون عزت دو صد چندان بده. کماکان در تواضع و فروتنی به سر میبریم که الهی برنامه روزانمون باشه و لحظه به لحظه‌مون در تواضع در برابر خداوند متعال و انسانها و اولیا. حتی فکر میکنم در کوچه و بازار آدمها از این کرنش کردن در برابر همدیگه و تواضع بهره ها خواهند برد. و غرور که نقطه مقابل تواضع از دسیسه های شیطانه دیگه، و خیلی از این جنگ و جدال هایی که حالا توی کل دنیا و حتی در نزدیکترین مکان به قول معروف بیخ گوشه خود ما توی کوچه یه وقتی داریم، اینها همه از نتیجه غروری است که انسان رو میگیره و خدای نکرده میشود جز حزب و شیطان. بله بله، انشالله که ما از این وسوسه ها و دسیسه ها در امان باشیم. الهی که حقیقتاً بلای خانمان سوزی است تکبر و دوری از تواضع، که یکی از مهمترین راهکارها برای ایجاد تواضع در وجود انسان آن است که دستورات اهل البیت علیهم السلام رو تماماً مورد توجه قرار بده و مورد عمل قرار بده. یعنی کرنش در مقابل فرمایشات معصومین علیهم السلام در حقیقت همون منبع کتاب و سنت، انسان رو به نهایت درجه تواضع میرساند، چنان که فهم فرمایشات اون حضرات ما رو به نهایت درجه ایمان میرساند. حقیقتا که فرمودن و به درایات الروایات یعل المؤمن الى اقصى درجات الایمان، که با فهم روایات اهل البیت علیهم السلام انسان به بالاترین درجات ایمان دست پیدا می‌کند و زمینش همین است که انسان احساس خضوع کند
از خودش رأی و نظر نداشته باشه. متاسفانه در جامعه برخی از جوامع مذهبی و محافل دینی ما این مطلب دیده میشه که کسی که خودش رو محب سید الشهدا سلام الله علیه میداند و حاضر است که برای اون حضرت و خاندان اون حضرت و اهل بیت اون حضرت جان فشانی بکند، اما پایبند به دستورات آقا سید الشهدا سلام الله علیه و پدر بزرگوار اون حضرت و ابناء مطهرین اون حضرت خیلی نیستند. و بعضی ها شنیده میشه در محافل مذهبی میگن آقا یک یا حسین بگو دیگه هیچ کاری لازم نیست انجام بدی، در حالی که حضرات مرتب این نوع افراد رو مورد مذمت قرار دادن و اینا رو از خودشون ندانستن. و اینکه امام صادق علیه السلام میفرماید مثلا شفاعت ما به مستخف به صلات نمیرسد، این در حقیقت فرمایش سید الشهدا سلام الله علیه است. فرق اینها با هم ندارن، کلهم نور واحد. یعنی اون چه که آقا امام صادق علیه السلام میفرماید همون چیزی است که سید الشهدا علیه السلام میفرماید، فقط بعد زمان داره. بله، تبیین حادثه عاشورا و فاجعه کربلا رو آقا امام صادق علیه السلام انجام دادن که شده این فرمایشات. بله. این احادیث تابناک. بنابراین بر ما لازم است که با تبعیت از تک تک دستورات شرعی، متاسفانه گاهی اوقات دیده میشه محافل مذهبی ما هم به آفاتی آلوده میشه، گاهی اوقات موسیقی مثلا خدای نکرده وارد میشه برای ابراز ارادت به اهل بیت علیهم السلام، از این روشی که به شدت مورد نکوهش اهل بیت علیهم السلام قرار گرفته استفاده میشه و اینها در حقیقت ما رو به اهل بیت نزدیک نمیکنه. اینها برای تشفی خاطر خودمون و برای ارضاء نفس خودمون در حقیقت ما داریم این کار رو میکنیم. من خواهشم این است از اون کسانی که در زمینهای فرهنگی کار میکنن، کارهای آیینی انجام میدن، تمام دستورات شرع مقدس رو رعایت کنن، چون اینهاست که مورد قبول امام حسین علیه السلام هست و قلب مقدس آقا بقیت الله رو راضی نگه میداره. چون اون حضرت و آباء اون حضرت هیچگاه ندیدیم برای تبیین پیام عاشورا از این روشهایی که گاهی امروز استفاده میشه به اسم اهل بیت علیهم السلام استفاده کرده باشن. حضرت میفرماید لاندبن علیک صباحا و مساءا ولابکین علیک بدل الدموع دما. خب این روش حضرت است. اگر کسی میخواد تعصیه به امام زمان علیه السلام بکنه، اشک و ندبه و زاری و سرخه و ناله راهش هست، نه این کارهایی که بعضی وقتها در مجالس و محافل متاسفانه اینو به عنوان درد دل عرض کردم، به عنوان اینکه ما باید در مقابل فرمایشات اهل بیت علیهم السلام خاضع باشیم. این روایت مشهور رو میخوام خدمت شما عرض کنم که حضرت فرمودن، آقای امام صادق علیه السلام فرمودن من سره ان یستکمل الایمان کله، کسی که دوست میدارد خوش میدارد که ایمان رو به درجه کمال برساند باید این گونه باشد، فلیقل این رو بگوید القول منی فی جمیع الاشیاء قول آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. بله، عقیده من، گفتار من، رفتار من در همه امورات زندگی، در ریز و درشت و پستی و بلندی زندگی، قول و عقیده و رفتار و گفتار اهل بیت علیهم السلام هست. چه اونهایی که بر من آشکار شده تا الان، چه اونهایی که آشکار نشده، چه اونهایی که به من رسیده، چه اونهایی که نرسیده. این نهایت تواضع است، این نهایت فرمانبرداری از فرمان روایان عالم هستی است. اگر کسی میخواد این گونه باشه، در حقیقت مسیرش رو با مسیر آقا قمر بنی هاشم علیه السلام هماهنگ کرده. اون وجود مقدسی که میفرماید هیچ رأی و نظری از خودش در مقابل امام معصوم سلام الله علیه نداشته و هر چه مقام و منزلت دارد وجود مقدس قمر منیر بنی هاشم، که عبارات عجیبی در زیارت اون حضرت هست، اون چیزی که باعث شده است که هر صبح و شام خداوند متعال خودش، بله، سلام الله و سلام و ملائکته المقربین و انبیائه المرسلین و جمیع الشهداء و صدیقین و الزاکیات و طیبات فی ما تقتدی و تروح علیک یا ابن امیر المؤمنین، خود خدا هر صبح و شام، 124,000 پیغمبر هر صبح و شام، جمیع ائمه هر صبح و شام، هر شهیدی از ابتدای خلقت آدم تا زمانی که ما هستیم درش
به شهادت رسیده، هر صدیقی آمده، هر انسان نیکوکاری آمده و از دنیا رفته، هر صبح و شام به این وجود مقدس سلام میدن. این نهایت بزرگی مقام و عظمت شأن اون حضرت است. خب به خاطر چی به این مقام دست پیدا کرده؟ به خاطر اینکه المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و الحسن و الحسین علیهم السلام، به خاطر اطاعت است، به خاطر خضوع، به خاطر کرنش، به خاطر تواضع در مقابل حضرات معصومین علیهم السلام است. و حقیقتا اگر بخواد کسی در مسیر اهل بیت علیهم السلام گام برداره، روش و منش آقا قمر بنی هاشم علیه السلام بهترین الگوست، اسوه حسن است، گرچه واقعا دور از دسترس همه ماست اون مقام و اون شأنی که اون حضرت دارد. ان شاء الله خداوند همه ما رو خیلی فاصله است. بله، موفق کند به انجام وظایف دینیمون. و حالا اصحاب سید الشهدام که نگاه میکنیم، حالا نگیم در شأن و منزلت مثل قمر منیر بنی هاشم علیه السلام هستن، اما ببینیم بعضیا اصلا فانی در سید الشهدا سلام الله علیه هستن. من یک نمونه رو عرض کنم محضر مبارک شما که خیلی شخصیت تأثیرگذاری است حقیقتا. یکی از اون نابترین صحنه ها رو در کربلا ایشون رقم زده، نافع ابن هلال بجلی که یک شخصیت نامدار، در بعضی از مقاتل نوشتن رباه و امیر المؤمنین سلام الله علیه، یعنی امیر المؤمنین تربیتش کرده. خیلی جمله عالی است این. تذکران من فقط بیادبی میکنم به مردم خوب، این نافع ابن هلال و اون هلال ابن نافع، اینا دو تا نقطه مقابل همند، یکی در مسیر سید الشهدا علیه السلام، یکی هم در مسیر یزید و یزیدیان. این رو حالا در تشابه اسمی وقت فاصله نیفته و ذهن شما تغییر نکنه. بله احسنتم، از این تذکر که فرمودید ممنونم. بله این هلال ابن نافع هم در لشکر عمر سعد بوده، هم وقایع نگار بوده، وقایع رو ثبت می‌کرده. اون کسی که حالا آب رو در لحظات آخر بله، بعد از شهادت می‌خواست به لبان سید شده، اون هلاله. بله هلال ابن نافع. نافع ابن هلال یک شخصیت بسیار ارزشمند و ارجمندی است در لشکر سید الشهدا سلام الله علیه. هم شمشیرزن بسیار ماهری بوده، هم تیرانداز خیلی ماهر و فوق‌العاده‌ای بوده، شاگرد مکتب امیرالمومنین سلام الله علیه، و چنان که حضرت قمر منیر بنی هاشم سلام الله علیه تعان بسیار زبردستی بودن، نیزه زن خیلی ماهری بودن، علاوه بر شمشیرزنی نیزه زدن حضرت مشهور بود. بله خدمتتون عرض بکنم این نافع ابن هلال اسم خودش رو بر روی پیکانهایی که میتراشید مینوشت، که اگر هر کسی رو زده باشه بدانه که این شکار نافع ابن هلال هست. در سه جنگ جمل، صفین و نهروان در رکاب امیرالمؤمنین سلام الله علیه بوده، که ظاهرا حالا من یک تحقیق خیلی اجمالی انجام دادم، اون کسانی که در زمان امیرالمؤمنین تماما مطیع آقا امیرالمؤمنین بودن در تمامی مراحل، حتی جنگ جمل، چون جنگ جمل یک آزمون بسیار دشواری بوده که برخی ها متاسفانه در این آزمون مردود شدن که نتوانستن در کربلا حضور پیدا کنن، مثل سلیمان ابن سرد خزائی که ایشون نتونست در جنگ جمل خودش رو راضی کنه که شرکت بکنه، یا مثلا مسیب ابن نجبه که از اولین نویسندگان دعوت به کوفه برای سید الشهدا سلام الله علیه بودن، اینها تعلل کردن در جنگ جمل. معلومه که آزمون خیلی دشواری بوده، که اون جنگ جمل مقدمه ای و حالا مثلا پیش احسن. درآمدی بوده برای آزمونی کربلا. بوده برای ورودی به کربلا. یکی جنگ جمل آزمون ورودی به کربلا بوده، یکی صلح امام حسن مجتبی سلام الله علیه که اونجا هم خیلی ها باختن. یعنی هر کسی رو می‌بینید به امام حسن مجتبی سلام الله علیه خورده گرفته، معمولا نتونسته تا اونجا که بنده تفوض کردم در کربلا. صلح امام حسن که فکر کنم همین الانش هم هنوز محک برای خیلی ها. بله. که حالا چجوری با امام برخورد کنن و با این حرکت کاملا استراتژیک به قول امروزیش. بله. و فکر میکنم حالا خدا ما رو در امان بداره انشالله. بله این دوتا آزمون معمولا در حضور افراد در کربلا نقش به سزایی داشته، و ایشون از اون کسانی بود که سربلند بیرون آمده و فانی در سید الشهداست. شب عاشورا در خیمه نشسته مشغول سیغل دادن شمشیر خودشه، ناگهان به ذهنش خطور میکنه، چون که در ملازمت با ابا عبدالله بیش از همه اصحاب اصرار داشت در کربلا، همش چسبیده بود به امام حسین علیه السلام، همش سعی میکرد به قول
فرمایش استعالی، یک نوع دلبری کنه، دلربایی کند از مولای زمان خودش. و این کارم حقیقتا میکرد، یعنی تمام وجودش وقف در سید الشهدا سلام الله علیه بود. هی میخواست یک کاری کنه، ابی عبدالله کوچکترین گزندی به جسم مبارکش و به روح انورش نرسه. در خیمه نشسته مشغول صیقل شمشیرشه، یه وقتی به ذهنش میرسه که نکنه الان شب عاشورا ابی عبدالله خارج بشه از خیمه و دشمن شبیخون بزنه از لابلای خیمه ها و حضرت آسیب بزنه. سراسیمه بلند میشه، میاد محضر آقا سید الشهدا سلام الله علیه، به خیمه حضرت میبینن حضرت تشریف ندارن. در صحرای اطراف خیمه کنکاش رو جستجو میکنه، میبینه حضرت در بیابان شب عاشورا در حال قدم زدن هستن و گاهی اوقات مینشینن و برمیخیزن. بعضی از مقاطع نوشتن خارهای بیابان رو جمع میکردن که حضرت به اندازه ای که فرصت داشتن سعی میکردن که رنج و آلام رو از اهل بیت خودشون دور کنن، که فردا قرار است 3 ساله‌ای در این صحرا بدود، یا اینکه سکینه‌ای در این صحرا آواره بشود، مبادا خار مقیلان یا خار مقیلان درستش هست به پای او بخلد و خار مقیلان پای او رو بیازارد. خواهر ستمدیده‌ای خواهد داشت که دامن کشان به دنبال این فرزندان خواهد دوید در این بیابان. و لذا میدید که این صحنه رو حضرت دارن انجام میدن. آرام آرام پشت سر وجود مقدس آقا سید الشهدا حرکت میکردن که یه وقتی صدایی شنید. حضرت فرمودن کیست این مرد بجلی که پشت سر من میاد؟ حضرت فهمیدن، یعنی اشاره کردن که من میدونم تو پشت سر من هستی. این دوید و دست حضرت رو بوسید، گفت آقا من دنبال شما آمدم، ترسیدم که مبادا یه کسی شبیخون بزنه در این گزندی بشه، بله، به جسم مبارک شما آزاری برسونه. گفت این قوم خیلی بی حیا هستن، اینها قدر شما رو نمیشناسن. بعد حضرت باشون صحبت کرد، به نافع فرمود که نافع الان مرکب خوبی است، یعنی شب مرکب خوبی است برای رفتن از این صحرا، یا از این صحرا برو. یه تا این رو گفت حضرت فرمودن، نافع خودش رو به دست و پای حضرت یه نکته رو من بگم تا حال حضرت آقا، چقدر امام حسین فکر خانوادهش بوده. و این درس برای شما بینندگان عزیزی که صاحب خانواده هستید، اجازه ندادن حتی توی این شرایط، حالا هر کی بود شاید میگفت خب حالا تا فردا، اگر حالا اهل توکل هم هست تا فردا بالاخره یه طوری میشه دیگه، حالا اوناتون حال هوا فکر خار و اینا میدن میرن، ولش کن من به یه کار دیگه برسم. ولی سید الشهدا از بابی که تعهد دارن و قرار است تمام درس ها از کربلا به ماها برسن، این حالا برداشت منه، تا این اندازه فکر حالا هم کوچکان و اطفالن و هم فکر ناموسشون، مبادا همین خار حالا تعبیر من بگیره به چادرشون و اونها رو آزار بده. اینم درسیه برای خانواده داری از کربلای معلا. بله. نقل شده که حضرت شب عاشورا هی مرتب تکرار میکردن آه آه میکشیدن، ظاهرا مغموم از رنج آزاری بود که فردا قرار بود به اهل بیت مکرمشون برسه و اون آوارگی و اون اسارتی که نصیب آل الله شد. و حقیقتا تحملش برای کسی که تمام غیرت در او جمع شده دشوار است. دارد که هر وقت دشمن میخواست بیازماید سید الشهدا سلام الله علیه، تو لحظات آخر که آقا حضرت هنوز زنده هستن یا نه، یک حمله هرچند سوری به طرف خیمه ها میکرد، فریاد میزدن به سمت خیمه ها حرکت کنید، میدن حضرت به سختی بر شمشیر خودشون تکیه کردن، بر زانوانشون ایستادن، فرمودن هنوز من زنده هستم، به خیام من کار نداشته باشید. در حقیقت همین فرمایش از تعالی درست است که نگران اهل بیت بودن و هیچ غمی، چون شهادت برای اونها کرامت بود، بله، شهادت برای اونها افتخار بود، اما اون چیزی که برای اونها خیلی سخت و شکننده بود اون اسارت اهل بیت علیهم السلام بود. در تاریخ نوشتن که اتفاقا نافع بعد از این اظهار تذلل و دستبوسی حضرت و التماس کرد که من رو از خودتون نرانید، برگشتن با سید الشهدا و میگه که من
رفتم پشت خیمه ابی عبدالله ایستادم، باز هم منتظر، نخواستم از ابی عبدالله جدا بشم. دیدم ابی عبدالله رفتن به سمت خیمه خواهر سلام الله علیها، اونجا نشستن و با حضرت شروع کردن درد دل کردن. اون جمله معروف را زینب کبرا فرمودن که آیا اصحاب خودت را آزمودی، که اون گونه که با برادرم حسن ابن علی سلام الله علیه ما انجام دادن با تو نکنن. حضرت فرمودن اینها بهترین اصحابی هستند که من در همیشه عمرم دیدم. بسیار عالی. اجازه بدید یه فاصله تقدیم بینندگان کنیم. خدا رو شکر. تعجب نکنید، حالی که بعضی وقتا توی برنامه حاکم میشه هم توفیل عنایت خود حضرات هست و حقا قلوب محترقه ما به قول معروف و دل سوخته دنبال این لحظات اصلا میچرخه. خدا رو شکر. یه فاصله تقدیم شما بیننده کنیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه. کدام خاک شبیه زمین کربلا است؟ کدام روز دیگر مثل روز عاشورا است؟ در این زمانه دردآفرین غم پرور، کدام خاک به جز تربت حسین شفاست؟ شبیه گنبد نورانیش مگر داری؟ به زیر قبه بیا تقبل و دعا اینجاست. مقام زائر او را چگونه وصف کنم که حسرت همه در روز محشر کبراست؟ چنان لبا لبم از شوق کربلای حسین که جان اگر بسپارم در این طریق رواست. چنان لبا لبم از شوق کربلای حسین که جان اگر بسپارم در این طریق رواست. همیشه شوق زیارت به سینه ام بوده، هزار شکر که خیر مرا خدا میخواست. اگر صدا زد هل من معین امام حسین، به فکر یاری خود نیست، فکر یاری ماست. نماند نام یزید و یزیدیان، اما نگاه کن همه جا نام سید الشهداست. گذشته است اگر سالهای پی در پی، ولی هنوز علمهای عشق پا بر جاست. ولی هنوز حسین و مسیر او باقی است، مسیر عالم و آدم اگر به سوی فناست. گناه کار ترینم، ولی به روز حساب، حساب گریه کن روزه از بقیه جداست. به هر بهانه برای حسین میباریم که گریه یاری غمهای مادرش زهراست. مبر از یاد ای دل لحظه ناب زیارت را، سحرهای بدون وصف و نایاب زیارت را. رجب، شعبان، محرم، اربعین فرقی ندارد که، تمام روزها دارم تب و تاب زیارت را. گذشته ماها از نوبت قبلی چه دلتنگم، گذشته ماها از نوبت قبلی چه دلتنگم. ببینم کاش امشب لا اقل خواب زیارت را. حسین جان، خودت شوق زیارت را به قلبم شعله بر کردی، خودت هم جور خواهی کرد اسباب زیارت را.
مریض لا علاجم، احتیاجم کربلای توست. بیا لطفی کن و دریاب بیتاب زیارت را. به محض دیدن شش گوشه تو عشق می‌ریزیم، به محض دیدن شش گوشه تو عشق می‌ریزیم. نفهمیدیم غیر از گریه آداب زیارت را. کماکان بیننده برنامه سر دلبران هستید و حقیر سید حسن موسوی میزبان حضرت حجت الاسلام شیخ جواد عبدی هستم و پیرامون اصحاب سید الشهدا و با گزینه تواضع صفت تواضع داریم گفتگو میکنیم و صحبت میکنیم. با ما همراه باشید. آقا در خدمت سلامت باشین. خواهش میکنم. یکی از اقسام تواضع که در روایات ما به اون اشاره شده، بعد از اینکه تواضع در مقابل پروردگار عالم و تواضع در مقابل اولیاء او برشمرده شده، تواضع در مقابل برادران دینی، تواضع در مقابل زیردستان بسیار بسیار سفارش شده که بنده دیروز یکی از نمونه ها شد از سیره آقا امام حسن مجتبی علیه السلام از تاریخ الخلفای سیوطی عرض کردم که حضرت با اون مرد فقیر چگونه برخورد کردن. من یک بخشی از روایت رو خدمت بینندگان ارجمند تقدیم میکنم که ویژگی شیعه امیرالمؤمنین سلام الله علیه چه ویژگی باید باشد. میفرماین اعرف الناس به حقوق اخوانه و اشدهم قضاء لها. هر کسی که شناساتر به حقوق برادران دینی خودش باشد و بیشتر به فکر رفع حوائج اونها باشد، اعظمهم عند الله شأنن، شأن او نزد پروردگار عالم بسیار بسیار بالاست. شاید در کنار زیارت سید الشهدا سلام الله علیه عملی که بسیار مورد توجه قرار گرفته در روایات ما و شاید هیچ عملی اینقدر اهمیت ندارد که حتی دارد آقا به امام صادق علیه السلام اونجوری در ذهنم هست، به اون شخص که در حال طواف بود فرموده طواف رو ترک کن و برو حاجت برادر دینی خودت رو برآورده کن. حقیقتا این ویژگی در کنار زیارت سید الشهدا سلام الله علیه از درجه بالایی از اهمیت و ثواب قرار داره. لذا روایات فراوان و فراوان در این باب ما داریم تو فرمایشات اهل بیت علیهم السلام. میفرماید و من تواضع فی الدنیا لاخوانه فهو عند الله من الصدیقین. هر کس در زندگی دنیوی خودش برای برادران دینی خودش تواضع ببرزد به هر نحوی، ولو با یک لبخند، ولو با یک پیام در فضای مجازی، تماس تلفنی، رفع حاجت مادی، هر چه که بتواند و تواضع کند، ادب کند در مقابل او و از تکبر و سرکشی در برابر برادران دینی خودداری بورزد، می‌فرماید او دست خداوند از صدیقین خواهد بود و منشیعت علی ابن ابی طالب علیه السلام حقا، به حقیقت از شیعیان امیرالمؤمنین اون کسانی هستند که اهل تواضع هستند، چون حقیقتا خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه در اوج این صفت قرار داشتند. حتی برای اون کسانی که در دین اسلام مشرف نشده بودند، برای یک یهودی هم حضرت تواضع به خرج میداد، با او رفاقت میکرد، با او همراهی میکرد. ولذا باید این صفت رو ما سعی بکنیم در خودمون بیش از پیش بپرورانیم، چون ما هدفمون این است که ما رو به عنوان شیعه امیرالمؤمنین سلام الله علیه بشناسن. ما قرار هست که زینت وجود مقدس اهل البیت علیهم السلام باشیم، نه موجب رنج و آزار اونها. اگر قرار هست زینت بخش وجود اونها باشیم، باید به اخلاقی که اونها به ما توصیه کردن متخلق بشیم. حالا من یک خدمتتون عرض بکنم که روایتی رو خدمتتون تقدیم میکنم از تواضع آقا امام موسی بن جعفر سلام الله علیه. چقدر زیباست این فرمایشات، این حالات، این گنجینه هایی که به دست ما رسیده است. حقیقتا
دارد که آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه روایت می‌فرماید انه مر برجل من اهل سواد دمیم المنظر، یه حضرت به یک مردی که حاشیه نشین بودن، مال اطراف بودن، بادیه نشین بودن یا روستایی بودن و از نظر ظاهر قیافه خوبی نداشتن، حضرت باش برخورد کردن. فسلم علی، حضرت خودشون سلام کردن که یکی از نشانهای تواضع که دیروز عرض کردیم بله. همین بود که سلام تقدم در سلام. احسن تقدم در سلام، پس این یکی از نشانهای تواضع. و نزل عنده، حضرت پایین آمدن کنارش نشستن، سواره بودن بله. و حادثه طویلن، حضرت شروع کردن مدت طولانی باش گفتگو کردن. ثم عرض علیه نفسه فی القیامه به حاجت ان عرضت له، حضرت فرمودن اگر ما نیازی بود، کاری برامون پیش اومد، گرفتاری برامون پیش اومد، با ما به شما مراجعه میکنیم. خیلی عجیبه به یک انسانی که امام بله، بگه امام. که ما میاییم اگر نیاز شد ما به شما مراجعه میکنیم برای رفع مشکلمون. اتفاقا همین برای اطرافیان مورد تعجب واقع بله. شد که چگونه امام به یک شخص اینچنینی که شاید کسی اصلا بهش توجه نکنه یک چنین سخنی میفرماید. فقیل له یا ابن رسول الله اتنزل الی هذا، چه چنین شخصی شما پایین آمدید؟ ثم تسأله عن حوائجه، از حاجتاش سوال کردید، بعد خودتون دارید میفرمایید که اگر ما کاری داشتیم به شما مراجعه میکنیم. و هو الیک احوج، اون که به شما نیازمندتره، همه عالم گدای در خانه شما هستن به قول ماها که تعبیرمون این گونه است. فقال علیه السلام، ببینید حضرت چه عبارت زیبایی به کار بردن. حضرت فرمودن عبد من عبید الله، اونم بنده ایست از بندگان خدا، این مرتبه اول. و اخون مساوی دیدن خودشون با اینکه امامن، اون وجه تساوی رو حضرت پیدا کردن، بنده همه در عبودیت مساوی هستن. بله بعضی عبودیتشون قوی تر است، یقین اونها مرتبه بالاتری دارد، یقینا عبودیت امیرالمؤمنین با غیر امیرالمؤمنین قابل مقایسه بله. نیست. اما این لفظ بر هر دو بله خدمت شما عرض شد اطلاق می شود. بین عرب و عجم اینجا همین حالت آره، بین سیاه و سفید ماشاءالله بله همین است. حضرت فرمودن که عبد من عبید الله و اخون فی کتاب الله، این در کتاب خدا با ما مشترک برادریم، همون که فرمودین بله خداوند فرمود که من شما رو از قبائل مختلف آفریدم، اما ان اکرمکم عند الله اتقاکم، پس در کتاب خدا ما با هم یکسان قرار گرفتیم. و جارون فی بلاد الله، این هم مثل ما تو همین سرزمین داره زندگی میکنه. یجمع اونا و ایاهو خیر الابا آدم علیه السلام، پدر ما که یکیه، بهترین پدر هم ما داریم اتفاقا بله. حضرت آدم علیه السلام بله اشتراک داریم در پدرمون که حضرت آدم باشه و او ما را جمع کرده در این دوران. و افضل الادیان الاسلام، بهترین دینم که هر دوتامون داریم، ما مسلمان اونا مسلمانن بله. و لعل الدهر یرد من حاجاتنا الی، چه بسا که دهر و روزگار بچرخد و بگردد و ما یه روز محتاج بشیم بهش مراجعه کنیم برای یه کاری. فیرانا بعد از زهو علیه متواضعین بین یدی، روزگار ممکنه این کارو با آدم بکنه که اگر یک روز متکبرانه با کسی برخورد کردی، درس بزرگ حضرت است بله. اگر متکبرانه با کسی حرف زدی، برخورد کردی، سرکشی کردی، باد به غبغب انداختی، این روزگار خواهد چرخید و روزگار تو رو به جای او خواهد نشان و تو باید در مقابل او تواضع کنی و چه بسا او در مقابل تو تکبر بکنه. خب از اولش ما میایم متواضع میشیم که وقتی به این مطلب گرفتار نشیم. اما یه نکته میخواستم عرض کنم که مربوط به این گفتگو هست، خیلی عبارت زیبایی است. میفرماید یجمع اونا و ایاهو خیر الابا، آدم ما رو جمع میکنه. ما امروز میگیم که حب الحسین یجمع اونا، حسین یوحدنا، امام حسین علیه السلام در این روزگار محبتش، ولایتش، کربلای او، روزه او، دلربایی او، آقایی او، همه شیعیان رو دور خودش جمع میکنه حقا. و تابلوی تمام نمای او هم اربعین سید الشهدا سلام الله علیه است و حقیقتا این شعار در حداقل در اون ایام خودش رو کاملا نشان میده. واقعا تنها کسی که توانسته همه رو با هر رنگ و با هر گویش و با هر شکل و شمایلی تو یک پارچگی، چه به حسب ظاهر که همه دیگه
این لباس نظام حسین رو به تن میکنیم، مشکی پوشیم و مسیر در یک پارچگی مسیر که همه به سمت حرم سید الشهدا میریم و در ایده که زیارت سید الشهدا است و انشالله فرهنگ مهدوی همه رو با هم فقط یک نفر تونسته جمع بکنه وجود نازنه آقا سید الشهدا است. بله و ما بقیه حضرات هم که انه جنود این حرکتن. بله. سربازان اینن که امام صادق این روایت ها رو میاره، دعاها رو برای کسانی که صورت هاشون آفتاب بخوره پاهاشون ورم میکنه اینها رو میاره و دیگر حضرات و خود حضرت حجت که اصلا همه این اجازه ها رو صادر میکنه. بله. و نگاه میکنیم میبینیم همه به قول شما هم یوحدنا هم اهل توحید میکنه ما رو خدا. بله. پرست میکنه و هم جمع میکنه. کار سید الشهداست. بله. و در راستای این گسیل کردن جمعیت و به تهییج در آوردن عواطف برای مصائب سید الشهدا سلام الله علیه باید حتما یاد کنیم از وجود مقدس سلطان سریر اعتظام آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام علیه آلاف و تحیت و سنا که در زیارتش میخوانیم السلام علی الامام الرؤوف الذی هیج احزان یوم التفوف. در حقیقت اون حضرت هستن که ولی نعمت ما هستن در به هیجان آوردن عواطف انسانی و آگاهی بخشیدن به عقول بشری برای توجه به فاجعه کربلا. انشاءالله که خداوند همه ما رو قدردان این نعمتها قرار بدهد انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم. روایت آخر هم که بسیار زیبا بود، من اجازه بدید قدیمیارم به این بهانه یاد کنم که گفت ای جوان به حسن مناز که به یک تبی بنده، به مالت مناز که به یک شبی بنده. چرخ روزگار به تعبیر جد بزرگوار ما حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه که جانم به فداش، یه وقت گشت غرور انسانها رو بد به زمین میزنه و جزء اون زمین زدنهاییست که شاید دیگه نشه به همم چسبوندش و انشاءالله این غروره رو خیلی باید چکش بزنیم به جاش توازوه رو بنشونیم. خیلی ممنون، متشکرم. سلامت باشین. خواهش می‌کنم که این بحث چند روزه ما پیرامون این صفت که خب حالا هنوز حرف داره، مصداق داره و تعریف داره، مورد رضایت صدیقه طاهره قرار بگیره. و ممنونم از لطفتون. خواهش می‌کنم. سلامت باشین. تشکر از شما مردم خوب که با ما همراهی می‌کنید و برنامه‌ها رو می‌بینید و نظرات و انتقاداتتون رو به ما انتقال می‌دید. بخش دیگر از آن شما خوبان و حضرت آقای عبدی رو بدرقه تو با دنیا نمی کنم سودا، به عالم هستی به کل ما فیها، به کل ما فیها. نام تو با دنیا سودا، به عالم هستی به کل. برای امام حسین علیه السلام ممکن بود که زندگی خود را با تسلیم شدن بر اراده یزید نجات بخشد، لیکن مسئولیت پیشوا و نهضت بخش اسلام اجازه نمی داد که او یزید را به عنوان خلافت بشناسد. او به زودی خود را برای قبول هر ناراحتی و فشاری به منظور رها ساختن اسلام از چنگال بنی امیه آماده ساخت و در زیر آفتاب سوزان سرزمین خشک روح حسین فناناپذیر است. ای پهلوان، ای نمونه شجاعت و ای شه سوار من، ای حسین. واشنگتن، ایروینگ. خب خیلی خوش آمدین به بخش معرفی کتاب برنامه سر دلبران. برای هر کاری توی این دنیا یک سری به تعبیری سرسلسله و فلسفه‌ای نهفته است که با تحقیق و کندوکاو و جستجو میتوان به اون دست پیدا کرد.
یک چرایی داره همیشه تو ذهن هممون که چرا اینقدر زیارت اربعین دارای اهمیت و چگونه باید عمل کرد تا اون شکل و شمایل خاص خودش رو پیدا بکنه. لذا به این بهانه و این مقدمه میخوام یک کتابی رو با این عنوان به شما معرفی بکنم، فلسفه و آداب زیارت اربعین، که به قلم و تحقیق برادر خوبم جناب آقای علیرضای بهمانی است. کتاب دوست داشتنی است، من خودم چند وقتی است باش مأنوسم و توصیه میکنم. ضمن اینکه در کنار بیان فلسفه اربعین و زیارت اربعین، چگونگی عمل کرده من و امثال من در زیارت اربعین و سوالاتی که اصولا توی ذهن ماها خطور میکنه رو خدمت شما عرضم، اینجا آورده پاسخ داده، که توصیه میکنم کتاب رو تهیه بکنین. خیلی خوبه، در دو بخش، یکی پرسمان حسینی، یکی هم آداب و تذکرات سفر اربعین. آداب و تذکراتش واقعا چیزای خوبیه، خاصتا برای اونهایی که تجربه این سفر رو ندارن. یک بار دیگه جلد این کتاب رو با دقت نگاه بکنید، انشالله تهیه بفرمایید و توی فاصله زمانی که دارید مطالعه بکنید و حتی در کوله سفرتون برای زیارت اربعین هم میتونید با خودتون بردارید و گاهگاهی قسمت خاصه پرسمان حسینیش که یک سری شبهاتی رو مطرح کرده بخوانید و به خودتون پاسخ بدید و انشاءالله با یقین و باور بیشتر و بهتر به این زیارت پر خیر و برکت حضور هم برسانید و خدمت شما نظام لذتش رو هم ببرید. ممنون از شما خوبان، بخشی رو تقدیم میکنیم و آخرین بخش این برنامه انشاءالله لذت خواهیم برد. الا سفر کنیم تا خدا، ممنونم از لطف تموم شما خوبانی که با ما همراهی میکنید. تاریخی که داریم یک دو روز سرش دعوا میکنیم رو به تعبیری وقتی رقم میزنی، یک سری افراد منصب روزخانی و ذاکری اهل بیت رو به خودشون اختصاص دادن که هر کسی در این منصب قرار میگیره، چه کوچکش، چه بزرگش، چه جوانش، چه نو سال خوردهش، به تعبیر خودمون پیر غلامش، باید فخر و مباهات بکنن از این که این توفیق نصیبشون شده. وقتی جبرائیل روزخانه سید و شهداست، بلکه خود خدا روزخان سید و شهداست، دو تا پیام رو برای ما داره. یکی اهمیت این عمل که پیام رو به گوش جهانیان میرساند و یکی نفس عمل روزخانی که مورد اهمیت و احترامه که ملک مقرب و امین وحی یک منصب پیدا میکنه این چنین برای آقا رسول الله از وقایع کربلا میگه و به تعبیر امروزیش روزخانی میکنه. و ممنوندار لطف خدا هستیم که این توفیق نصیب خیلی از ماها داره میشه. و امیر مؤمنان، این روایت الان به ذهنم خطور کرد، و امیر مؤمنان میفرماید خدا رو شکر که هستند در بین افراد و جامعه که مدح ما اهل بیت رو میکنند. این نعمتی است که امیر المؤمنین داره شکر میکنه. برادر خوبم، عزیز دلم، که از جوانان خوبه شهر کریمه اهل بیت، آقای علی آقا علی رضای شاه دامادی، امروز میهمان برنامه ما هستن تا انشالله از نفس گرمشون استفاده بکنیم و دلهامون رو کربلایی کنیم در این لحظات و
دقایق. آقا سلام. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدین. آجرکم الله خیر. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همه بینندگان عزیز. انشاءالله که به حق این شبهای عزیز، به حق این ایام، هر کسی هر حاجتی داره حاجت روا بشه. الحمدلله. انشاءالله که به نفس گرم شما، به آمینی که مردم گفتن، این امر محقق میشه. آقا ما در خدمت شما هست. بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان و یا رحیم. السلام عليك يا أبا عبد الله، ای ذکر نام تو نمک روزها حسین، شکر خدا که با تو شدم آشنا حسین. جانم آقا سر در به خانه تو نوشتند از ازل، آقا شد هر کسی که شد اینجا گدا حسین. حسین جانم آلوده تر ز من نبود بردرت، ولی آقا جان آقا تری از این که برانی مرام حسین. زهرا اجازه داد که من نوکرت شدم، ورنه عزیز من تو کجا من کجا حسین. گریه کن تو ام بدم، اما شنیدم زهرا کند به گریه کناند دعا حسین. فردا که هیچ کس به کسی نیست، مادرت خود می کند گریه کند را سوا حسین. یک عمر من به روزه تو آمدم، تو هم یک دم به شام اول قبلم بیام حسین. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله حسین جانم. آقا قسمت میدم به مادر پهلو شکستت فاطمه زهرا، یه کربلا برامون بنویس، دلمون تنگ حرمت آقا جانم. سلام علی قلب زینب السبور، زینب زینب. سلام علی قلب زینب السبور. ما جرعه نوش باده اندوه زینبیم، در سایه سار پرچم نستوه زینبیم. زینب اگرچه رنج امانش نداده بود، چون کوه بود و باطنش نداده بود. جا
جانم زینه. این شیر زن به دیده خود گرچه خار داشت، در دست خود شبیه علی ذوالفقار داشت. او که حسین دور کمالش طواف کرد، دشمن به حیدر سخنش اعتراف کرد. زینب رسول هیبت و زهرا صلابت است، جان جان مردم ضعیف خواندن این زن خیانت است. آره وقتی تو کوفه شروع کرد به خطبه خوندن، نوشتن زنگ شطور آمد تو از کار افتادن، پیر مردای کوفه یاد علی افتادن. خانم جان خانده حسین سر ازل را به گوش او، بعد از خودش سپرده علم را به دوش او. بعد از حسین لشکر غم زد به خیمه، ایوا عباس رفت و شمر قدم زد به خیمه. باور کنید عمه سادات پیر شد، با ابن سعد، با ابن سعد و هر مله تا هم مسیر شد. معذرت میخوام از امام زمان، منو ببخشن روزه ام جانشون زینب کبرا سلام الله علیهم. از سادات معذرت میخوام یا ابا عبدالله، گفت داداش در همه عمر نرفتم سفری بدتر از این، سفری بدتر از این، پشت دری بدتر از این. چادری خواستم از پیر زنی قرض نداد، دیده ای تا به کنون درد سری بدتر از این. سر این کوچه که رفتیم مرا سخت زدن، تازه باید بروم من گذری بدتر از این. داداش نیزه دار سر تو حرف بدی گفت به من، لشگر کوفه ندارد نفری بدتر از این. گفت داداش سر تو را به روی نیزه آشیان دادم، مرا به مجلس نامحرمان مکان دادن. جماعتی که نمک خورده علی بودن، به خواهرت سر بازار کوفه نان دادن. ام حبیب نامیم شاگرد کلاس قرآن این خانومم، وقتی جدایی میفته بین این استاد و شاگرد، میگه نز کرده بودم هر کاروانی که وارد کوفه میشه صدقه بدم نان و خرما بدم. خبر آوردن برا ام حبیبه، ام حبیبه یه کاروانی وارد کوفه شده، ما داریم نون و خرما میدیم، یه زنی میره جلو این نون و خرما رو از دست بچه ها میگیره، میگه صدقه بر ما حرامه. ام حبیبه میگه چادر به سر کردم، اومدم جلو بگید ببینم بزرگ این کاروان کیه. همه با دست یه زنی رو نشان دادم،
من خانم جان نظر من اینه به کاروانی که وارد کوفه میشه صدقه نون و خرما میدم من فقط میدونم صدقه بر خونواده پیغمبر حرامه شما کی هستی که این حرف رو میزنی صدا زد ام حبیبه من شناختم تو رو من زینبم من نبه پیغمبرم خانم جان زینبی که من میشناسم یه نشونی داره زینبی که من میشناسم بدون حسینش جایی نمیره صدا زد ام حبیبه نگاه کن سری به نیزه بلند است در برابر زینب اون سری که بالا نیزه داره قرآن میخونه سر حسین منه یا حسین یا ابا عبدالله حسین جانم نام تو بیشتر به روی بچه های ماست با این حساب ایل و تبارم همش تویی به داده و ندادت شکر می کنم دارم همش تویی یا ندارم همش تویی من فاتحه نخواستم از لطف دیگران وقتی جوابهای مزارم همش تویی السلام علی الحسین شما هم که دارید میبینید شب جمعه و شب زیارتی امام حسین چشم سر تو ببند چشم دل تو بکن خودتو تو حرم اربابت ببین احترام کن و دست ادب به سینه بذار با احترام سلام بدیم محضر اربابمون السلام علی حسین و علی علی ابن حسین و علی اولاد حسین و علی اصحاب حسین علی لعنة الله علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون الحمد لله رب العالمين آقا طیب الله انفاسكم خدا خیرتون بده ان شاء الله که زودی زود کربلا هم دیگه رو ببینیم و اونجا محضر سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین عرض ارادت کنیم ممنونم از شما مردم و ان شاء الله این حال خوشتون گره بخوره به پنجره های فولاد حرم آقا سید الشهدا علیه السلام و خیلی زود شما رو در اون سرزمین و در کنار اون مسجع نورانی ببینم فرج امام زمانتون و دعا برای سلامتیش فراموشتون نشه آخرین بخش برنامه رو تقدیم میکنیم و لحظاتی برای پایان برمیگردیم صلی الله علی بانوی کربلا پرچم داره حسین ای ناموس خدا پرچم داره حسین ای ناموس خدا زنده لب مسیحا زینب شمشیر علی اعلا زینب ای ذکر لب مسیحا زینب شمشیر علی اعلا زینب
عشق سرشکسته ها یا زینب ما را نوشتم مجنون زینب ما را نوشتم مجنون زینب از سر گذشتم قانون زینب از سر گذشتم قانون زینب یا زینب الحمدلله رب العالمین. حرف هامو در ابتدای برنامه زدم، فقط یک بار دیگه به نفس خودم میگم، از شما هم انشاءالله تأثیر و همدیگر رو انشاءالله توی کربلا میبینیم. نگید جمعیت شلوغ نفسگیر، دشمن در پی اینه که این تجمعی که اینقدر زیبا بدون اون دعوتنامه های خاص، شما ببینید یه المپیک چقدر هزینه میشه تا 1-2 میلیون نفر دور هم جمع بشن. در سالهای گذشته با توجه به شرایط فضای سلامت و بیماری و اینها بالای 20-30 میلیون نفر دور هم جمع شدن. سالهای قبل که رقمها زیباتر و با افتخار تر هم بود. پس میخوام عرض بکنم دشمن هر کاری میکنه، توی این چند روزه دیدید کلیپهای مختلف، حرفهای متنوع، دعواها و جنگهای کذایی که زائران رعب و وحشت به دلشون راه بیفته و نیایند. اما باید بگم که زهی خیال باطل، شیعه در مسیر خودش ثابت قدمه و شما هم زائر خواهید بود. خیلی ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. برنامه سر دلبران رو هم دیدید. انشاءالله برنامه آتی ما از مسیر مشایخ خواهد بود با محوریت سفره حضرت ام البنین صلوات الله و سلام علیه. کارشناس محترم جناب حجت الاسلام شیخ علی کربلایی، مداح گرانقدر برادر خوب و بزرگوارم جناب آقای پاکدامن خواهد بود. انشاءالله شبها به قول خودمون صفا خواهیم کرد و لذت خواهیم برد. شما هم تا زمانی که میتوانید تصاویر و فیلم ها رو ببینید با ما همراهی بکنید. اونهایتون که تونستید توی مسیر عمود 842 به ما ملحق بشید، شبها اونجا خدمتگزار شما خواهیم بود. توشه سفره از تو ام البنین رو هم به یادگار ببرید. اونهایی هم که به هر دلیلی مجبورند در خانه باشند و به تعبیری جامانده، انشاءالله با دیدن این تصاویر فیلم از این قاب شیشه‌ای لذت معنوی خواهند برد. به امید دیدارتون. حق نگهدارتون باشه. یا علی بدر.